توی که عشق ورزیدن را و دوست داشتن را در وجود انسان به ودیعت نهاده ای اگر تو نمیخواستی که ما دوست داشته باشیم و دوست داشته شویم بی تردید گوهر و جوهر عاطفه را در دلهای ما تعبیه نمی کردی. اما ما آدمیان در مستاق اشتباه در انتخاب بیراه می رویم در جستجو ساده می اندیشیم. و در سلوک سهل می انگاریم و اتشی را که برای آب زلال آفریده شده است به آبی آلوده ارتفع می کنیم و آن اتش اتشی نیست که با این آبهای آلوده فرو نشیند و باز ما میمانیمو نیاز بسم الله الرحمن الرحیم انس ابن مالک میگه یک روز آب بر دستان پیامبر میریختم حضرت فرمودن انس میخواهی نصیحتی کنم تو را که لذت ببری عرض داشتم بلی یا رسول الله فرمود اگر جماعتی رو دیدی به اونها سلام کن که عمرت را زیاد میکند هرگاه به دره خانه رسیدی و وارد خانه شدی به خانه سلام کن که خیر را بر تو افزون می دارد. نماز شب را به جای آور که شعار اخیار و اولیاء الهی است مردم خوب سلام وقتتون بخیر خیلی خیلی خوشحالم که در این شب عزیز با قصه خوبان مهمون شبنشینی ها و لحظات زیبای شما مردم هستم اجازه بدید با شور و شرفی که به خاطر ولادت آقای امام حسن مشتبه علیه السلام در وجودمون نقش بسته به محضر شما سلام کنم و تبریکاتم رو اعلام میکنم الهی که همیشه تندرست و سلامت باشین ممنون که قصه خوبان رو تا آخر میبینید در کرامت و لطف و الطاف امام حسن مجتبا همین بس که حضرت تمام مالش رو به دونیم کردن و در اختیار فقرا قرار دادن اون هم نه یک مرتبه دو مرتبه حضرت همواره سفره خان کرمش پهن بود هر که از طریق مانده و از شهر و دیارش قریب بود بر این سفره می نشست هم می خورد هم با خود می برد اینقدر امام حسن مشتبه علیه السلام کریم و مهربان بود اگر چیزی رو به کسی میداد که فراتر از توان او بود حتی مرکب بردنش رو هم به او میداد چه بگویم که زبان الکن و لسان کوتاه از بیان فضایل این آقا صاحب لطف صاحب مهربانی زیبایی و هر کس این آقا رو بین خودش و خدای خودش واسطه قرار بده رحمت الهی رو برای خودش خریده از این روز خدا برای اینکه رحمتش رو به دیگران نشان بده استحسان ما برینه خدا او رو در میانه ماه رحمتش قرار داد که نور الان نور بشود پس این نور بر همگان مبارک و میمون باشه و خوشحالیم از اینکه شیعه اهل بیت هستیم و پیرو اونهاییم و امامی کریمی چون حسن ابن علی ابن طالب صلوات الله علیه رو داری اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واكفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمن یا علام خیلی خوش آمدین به برنامه قصه خوبان روز چهاردهم ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم شب پونزدهمه و شب ولادت کریم کریمان مام حسن مشتبه علیه السلام امیدوارم به نام نیکو و زیبای مام حسن خدا به ما لطف شد و صد چند بکنه و اما در دعای امروز خواندیم خداوند مرا به لغزش هایم بازخواست مکن و در این روز از اشتباهاتم درگذر و هدف گرفتاری و بلاها قرار مده به ارجمندیت ای عزت مسلمی طلب رحمت و مهربانی در این چند خط دعای روز چهاردهم موج میزنه خداوند متعال میفرماید که رحمت من همه چیز را در بر خواهد گرفت سوره اعراف آیه 156 یا جای دیگه داره در سوره انعام خداوند میفرماید پروردگارتان رحمت و مهرورزی را بر خود واجب کرده است خداییش این خدا ستودنی نیست که خودش اساس کارش رو بر مهربانی قرار داده میگه مرد اعرابی گفت ای رسول خدا در روز رستاخیز چه کسی حساب خلق را محاسبه میکند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن خدای بلند مرتبه اعرابی گفت به پروردگار کعبه سوگن که نجات یافتن پیامبر فرمودند ای اعرابی چگونه چنین است عرض کرد هرگاه قدرت بر انتقام یابد گذشت می کند پس او بسیار بسیار روف و مهربان است یه بخشی رو ببینید برگردیم حکایت هامون رو با هم مرور کنید بسم الله الرحمن الرحیم اللهم لو تاخدنی بن وأقل فيها من الخطايا والهفظة ولا تجعلني فيه غربا للبلايا والآفا بعزتك يا عز خیلی جالبه حتی برای تدریس به ما هم که بوده انبیا و اولیا الهی حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در دعاهاشون هم خدا رو به مهربانی یاد کردند و پناهندگی خودشون رو به لطف او اعلام داشتن حرب تو الیک من به سمت تو فرار کردم به رحمت و مهربانی و عطوفت تو الهی لا تو ادبنی به عقوبتک منو با عقوبت و سختیا ادب نکن به من مهربان باش همچون مادر و خیر و که الینا نازل هرچی خوبیه از سمت تو نازل میشه و نظایر این عبارت ها خدا انشاءالله ما رو در رحمتش قوتور قرار بده به دنبال احتجاج عده ای از مشرکان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابو جهر گفت در اینجا سخن دیگری قرار دارد مگر تو نمیگویی وقتی قوم موسا تقاضا کردند خدا را آشکارا ببینند به وسیله سائقه آتش گرفتند و سوختند پس حتما از تو اگر خواسته ای نسبت به خدا داشته باشیم ما را می سوزاند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی فرمودند خداوند میفرماید بندگان نزد من از سه حال خارج نیستند آنان که معصیت میکنن و من در کیفر آنها عجله نمیکنم اگر توبه کردن من نیز گناهانشان را میبخشم و پرده پوشی میکنم یا دسته ای از معصیتکاران را مهلت میدم چون میدانم از صلب آنان فرزندان مؤمنی به وجود میآیند پس با پدر و مادر کافر مدارا میکنم تا این فرزندان به دنیا آیند آنگاه که منظور حاصل شد کیفرم آنها را فرا میگیرد و به بلا و عذاب دچار می شود اگر این دو یعنی توبه و فرزندان صالح نبود کیفری که برای آنها آماده کرده ام شدیدتر بود پس ای ابراهیم مرا با بندگان خود واگذاری من به آنها از تو مهربانترم بین من و آنها فاصله مشو من جباری حلیم و دانایی حکیم هستم و با تدبیر علم قضا و قدرم درباره آنها حکم می کنم اینها فرمایشات خدا به پیامبر ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام و یا به نقلی علیه السلام هستند آنگاه پیامبر به سؤال ابو جهل این گونه بعد از خواندن آیات پاسخ داد تو را خدا نیز مهلت داده تا فرزندی صالح از تو به وجود آید او عهدهدار قسمتی از کارهای مسلمانان خواهد شد و اگر این نبود عذاب خدا بر تو نازل می شود. سلام ای صاحب سلام ای مهربان ترینه مهربان نیت گاهی به معنی اخلاص یعنی انسان کارهایش را صرفاً به خاطر امر الهی انجام بده اگر جواب سلام میده چون واجب است اگر سلام میکند چون مستحب است اگر جلب رضایت والدین میکند چون واجب است اگر فرزندش رو میبوسد چون مستحب است فقط فکر میکنه به امر و نهی های الهی حتی در غذا خوردن حتی در خوابیدن چون فرمودن نام و کنفیه عباده تو ماه رمضان من میخوابم به خاطر دستور لسان الله این جان است که در عمل دمیده می شود این عمل با این روح با این جان با این رنگ سبقت الله و من احسن و من الله سبقا با این رنگ خدایی عمل ارزش پیدا میکند شما وارد اتاق میشید کسی پا شد یک کتاب از اون طبقه بالا برداره شما ازش تشکر نمی کنی. اگه پا شد به خاطر شما برخواست اخلاقا شما خودتون رو ملزم به سپاسگزاری و تشکر از او میدانید که به شما احترام کرده به خاطر شما انجام داد اون کسی که خم شد برای شما مثلا کفشتون رو جفت کنه و یه خرابکاری هم حتی کرد اینکه نتونست کفش شما رو جفت کنه کفش شما رو اومد بگذاره مثلا گلی شد باز از او تشکر میکنید میخواست برای شما یک کار خوب انجام بده یه ما... یکی از معانی نیت همان قصد قربت یا قصد امتصال امر است یکی از معانی قصد عمل چه عملی میخواید انجام بدی از اینجا سوار شدید سفر به خراسان میخوایم بریم اونجا چندتا کتاب خطی پیدا کردیم به موزه حضرت بفروشیم بعد بریم نمیدونم در فلان استخر خاصی که در اونجا هست بریم تفریح کنیم بعد بریم شیر و پلنگ رو در باغ وحش مشهد زیارت کنیم خب بله شما رفتید اونجا ولی قصدتون برای زیارت اصلا نبود برای چیز دیگری رفتید رفتید برید به باجناغتون سر بزنید که در مشهد زندگی میکنن در کنارشم زیارتی هم رفتید اما یه وقتی که شما از اینجا خواستید برا زیارت برید حالا یک بار به پابوس حضرت مشرف شدید داخل حرم یا ده بار شما رفتید برا زیارت حضرت کارهای دیگه هم در حاشیهش انجام می شود تو خیابونا هم راه میرید از مغازه ها هم سوغات می خرید ولی شما ظاهرید شما به قصد دیگری رفتید به قصد زیارت حضرت یه ما میخوایم چه کار کنیم در این عالم این رو هم بهش میگن نیت یعنی قصد اعمالی که انسان در این عالم دارد این نیت نیت و اساس و العمل شالوده و فوندانسیون اعمال ما همین این قصد های ماست که میخوایم در این عالم چه کنیم اگر عملی انجام میدهیم ثمره همین قصدی است که در دل ماست الاعمال و ثمار و نیات اگر کسی نیت اعمالی داشته باشد هرچند بدن ضعیف باشد این اراده قوی بدن رو میکشاند به انجام دادن عمل ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه این نیه همون چیزی است که به قالب قالب فکری انسان شاکله، سجیه، خلق و خوی، راه و روش به اینها تعبیر می شود کلون یعمل و شاکلته آن نیتی که انسان دارد در این عالم هر کاری که می کند در راستای آن نیت است یه وقت یکی نیتش اینه که کار برا خدا بکند داره تجارت می کند داره نجاری می کند داره تبابت می کند اما همه کارهای اول الله هست این کار خدایی است یه وقت یکی همه کارش برای پوله برای ریاسته داره روزه امام حسین میخواند اما دنبال چیز دیگری است اون کسی که قصدش اعمال خیر است اعمال خیر از آن قصد ناشی می شود ای کلون یعمل و علا شاکلته یعنی کاری که می کنند نیتی است که دائما دارند طبق است که دارند طبق خلق و است که در خودشان ملکه کردن اون وقت همین خلق و خو اگه انسان ده سال در این عالم باشه میخواد کار خیر انجام بده اندازه ده سال انجام میده اگه شصت سال در این عالم باشه اگه صد سال در این عالم باشه سیصد سال در این عالم باشه سه هزار سال در این عالم باشه این راهی ای که گرفته داره میره میخواد نماز بخواند میخواد روزه بگیرد میخواد زیارت دوره برود ورزغنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام و زیارت قبر نبی که و الائمت علیهم السلام و لا تخلنی یا رب من تلک المواقف الكریمه و المشاهد الشریفه اگه به شما گفتن شما 1500 سال در این عالمید میخواید چه کنید میگید همین کارها رو انجام میده بهار رو دوره میکنم بعد میرم سراغ وسائل و شیعه دوره میکنم بعد میرم سراغ فلان کتاب مذهبی دوره میکنم زیارت ائمه معصومین علیهم السلام میرم این این نیتیه که خیر من عمله نیت المؤمن خیر من عمله این نیتیه که ان نیت و اساس و العمل اون وقت دلیل مخلد بودن در بهشت شهست سال آدم اینجا اعمالی ای انجام داده خب اونجا ثواب بهش بدن سی ست سال بسته که دیگه چرا باید جاودان در بهشت باشد و از نعمتهای الهی متنعم باشد یه نفر شهست سال در اینجا جنایت کرده شهست سال در اینجا بی نمازی شست سال شرابخوری شهست سال غصب حقوق دیگران خب اونجا 600 سال عذابش کنه چرا مخلد خب اینا رو برگردونن تو این دنیا ده هزار سال هم باشن میخوان همون غلط ها رو انجام بدن ولو ردو لعادو لمانهو عن اگه برگردانده بشن در این دنیا این شاکله ذهنی ای قصد اینها سجیت اینها اینه که دوباره همون خرابکاری ها رو انجام بدن امام صادق علیه السلام میفرمایند. انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدو فیها ای یعصو الله ابدا نیتشان این بود اگه جاودان و مخلد در این دنیا بودن فقط اسیان خدا میکردند. از آن طرف انما نما خلد اهل الجنت فی الجنه بهشتیان مخلد در بهشتن به خاطر این که نیتشون در این دنیا این است که الله و فیها ها اگر این آجاودان در این دنیا بودن ایوتی الله ابدا اینا فقط میخواستن اطاعت خدا کنن فبه نیات خلد ها اولا و ها اولا بعد حضرت آیه رو تلاوت فرمودن قل کلن یعمل علا شاکلته یعنی علا نیته امام رضا علیه السلام میفرمایند روز قیامت وقتی مؤمن در پیشگاه الهی حاضر می شود اول کار خرابکاری ها رو به چشمش تا یعمل مثقال ذره شرا یره این شروع میکند به لرزیدن بعد اعمال خوبش رو به چشم او می آورند قرت عینا خوشحال می شود چشمش روشن می شود بعد دستور می دهند به ملائکه یقول الله للملائکه هلم مصحف هل اللتی فی الاعمال اعمال لم یعملوها و نامه عملو بیارید که در اون عملهایی هست که اینها انجام ندادن اونا رو بیارید میارن دستشون میدن اون نامه عمل را فیقره ها میخونن مثلا این صد هزار زیارت خانه خدا رفته است صدها هزار بار در خدمت امام زمانش نشسته دست حضرت رو بوسیده است تواضع در مقابل امام کرده پای درس امامش نشسته اه اینا کجا بود میخوانن اینها رو بعد میگن و عزت کم انک تعلم انا لم نعمل منها شیئا خدا یا به عزت و جلالت خودت میدانی که ما یه دونه از این عملها آره رو انجام نداده ایم خدا میفرماید صدقتم نویتموها و کتبناها نیت ای کارها رو که داشتید ما اینا رو برای شما نوشتیم بعد یثابون علیها با همی اعمال انجام نداده اینا رو ثواب میدن و اینها میزان عملشون سنگین خواهد شد و اما حکایت دوم در قوم بنی اسرائیل خوش سالی آمد و حضرت موسی علا نبی نوالی و علیه السلام مردم را برای دعا و تذر به بیابان دعوت کرد جمع زیادی از مردم و حقشناسان درگاه الهی همراه شدند و مشغول به دعا گردیدند اما پس از مدتی طولانی دعا و انابه قطره ای آب از آسمان نازل نشد موسی از خداوند سوال کرد دلیل عدم استجابت دعا چیست مگر نه اینکه فرمودی در بیابان تزرع انابه کنند تا رحمتم را بر آنها فرو جواب آمد آن جوان گنهکاری که در بین شما حضور دارد مانع اجابت و بالا رفتن دعا می شود موسی علیه السلام رو به مردم کرد و فرمود آن جوان گنهکار که خود هم میداند جمع ما را ترک گوید تا دعاهایمان مستجاب شود اما کسی بلند نشد باران شروع به فرود کرد همه جا خیز شد همه تعجب کرده موسی عرضه داشت خدایا آن جوان که هنوز از بین ما بیرون نرفته است چگونه بارانت را بر ما نازل کردی خطاب رسید ای موسا تو وقتی سخنت را با این جماعت گفتی آن جوان شرمنده شد و ترسید که در میان جمع سرفکنده و بی شود ما نمی توانیم ببینیم بنده ای شرمنده و سرفکنده است بنابراین گناهانش را تبدیل به حسنات کردیم و باران را به برکت او بر شما نازل نمودیم سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار النار يا مجير سبحانك يا جليل وتعاليت يا جميل اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود اجرنا من النار يا مجير پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جبرائیل فرمود از عجایبی که دیده ای برایم بازگو کن جبریل امین وحی گفت در زمانهای گذشته در حالی که قرار بود بر یکی از پیامبران الهی نازل شوم عابدی را در جزیره ای دیدم که با کمال شوق به عبادت حق مشغول بود و از خدا میخواست که مرگش را در حالت سجده فرارساند عبادتش را نیکو یافتم زمان بندگیش را چهارصد سال دیدم دعایش را مستجاب مشاهده کردم علاقه من شدم وضع قیامتش را ببینم برایم اعجاب آور بود روز قیامتش نشان میداد که اعمالش مورد قبول حق واقع شده به او خطاب می رسید ادخل جنتی رحمتی بنده من با دلگرمی به محبتم وارد بهشتم شد اما او عرضه می دارد ادخل جنتی به عملی اما اون عابد جمله دیگری رو به خدا می گفت ادخل به جنت که به عملی یعنی وارد بهشتت میشن با اعمالی که انجام دادن از سوی خداوند متعال خطاب میرسد ای قاضیان دادگاه من اکنون که پای معامله به میان آمد تمام نعمات مادی و معنوی را که به او عنایت کردم با عبادتش بسنجید چنان چه عبادت او گرانتر آمد به بهش برد و اگر نعمت های من گرانتر بود به جهنمش بیاندازید از نعمت بینایی شروع کرده ارزش نعمت الهی بر تمام عبادات این عابد افزون تر آمد ندارسید او را ببرند چون او را به سوی دوزخ بردن ارزه داشت خداوندا دا. برنامه های دیگری هم داشتم که محاسبه نشد خطاب میرسد چیست عابد میگوید امید به کرم تو حسن زن به عنایت تو و از همه بالاتر نیاز و فقر چنین آبدی به لطف و مرحمت تو خطاب میرسد او را از مسیر عذاب برگردانی و به خاطر امین و حسن زنش به من او را به سوی بهشت ببرید چون آبد در مسیر بهشت قرار میگیرد عرض میکند ادخل و جنت که ادخل و به رحمتک با دلگرمی به رحمت تو اینک وارده بهشت میشم آری هزاران عمل هم که از من به نیکی سر بزنه باز شکر یک نعمت و لطف خدا رو به جای نمی آورم و همگان محتاج و نیازمند لطف پروردگار هستیم پس از همه ما سوای الهی قطع امید کنی و به رحمت او که ارحم الراحمین است امیدوار باشید کریم کریمان نصیبتان رحمت رحمت کنندگان بر شما